سلام، شب و روزتون بخیر. به این بخش خبری خوش آمدین. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد کسانی که به خاطر حضور و رقصیدن در یکی از نسخه های ایرانی موزیک ویدیوی هپی به خوانندگی فارل ویلیامز در ایران بازداشت شده بودند، آزاد شدند. یک منبع آگاه در گفتگو با ایران وایر جزئیات نحوه دستگیری و برخوردهای صورت گرفته با سازندگان کلیپ فارل را اینگونه توضیح داد. 3 روز پیش ماموران به خانه ریحانه ترابتی می‌ریزند. آنها دستشان را روی چشمی آیفون قرار می‌دهند تا افراد خانه نتوانند تشخیص بدهند که چه کسانی پشت در هستند. پس از باز شدن در، ماموران نیروی انتظامی با اسلحه و دوربین وارد خانه می‌شوند. وسایل زیادی را از بین برده و فیلم می‌گیرند. یکی دیگر از بچه‌های گروه در خانه ریحانه مهمان بوده. این منبع آگاه درباره دستگیری دیگر بچه‌های گروه گفت ریحانه و دوست دیگرش با اسلحه تهدید می‌شوند که با دیگر بچه‌ها تماس بگیرند و به دروغ به آنها بگویند ریحانه مریض است و به این بهانه دیگر افراد گروه را به آنجا بکشانند. به گفته وی در مدت حضور ماموران نیروی انتظامی و رسیدن دیگر اعضای گروه این دو نفر حتی اجازه دستشویی رفتن هم نداشتند. پس از رسیدن دیگر اعضای گروه، همگی به ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعی واقع در خیابان وزرا منتقل می شوند. آنها در انفرادی بازجویی شده و تمام وسایل شخصیشان چک می شود. از تمامی عکس‌های شخصی که در موبایل بچه‌های گروه وجود داشته، پرینت گرفته می شود و به عنوان مدرک در پرونده آنها نگهداری می شود. او درباره اعتراف جوانان کلیپ فارل مقابل دوربین‌های تلویزیونی می گوید، بچه‌ها را لخت کرده و با زور اسلحه مجبور به کلاغ پر رفتن می‌کنند. آنها به اجبار جلوی دوربین قرار می‌گیرند. تازه تا قبل از اعتراف تلویزیونی با آنها گفته بودند که به اوین منتقل می‌شوید. گفتنی است خبر دستگیری جوانان ایرانی سازنده کلیپ فارل روز دوشنبه منتشر شد و فیلم اعتراف آنان به اینکه اخفال شدند از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. آنها در تهران برای شرکت در کمپین آهنگ شاد فارل با همدیگر روی پشت بام یکی از خانه‌های تهران کنار کولرهای آبسال رقصیدند. سرانجام این جوانان تهرانی روز گذشته به قید وثیقه آزاد شدند. یکی از کسانی که در این موزیک ویدیو حاضر شده بود در حساب اینستاگرام خود عکسی پس از آزادیش منتشر کرده و در زیر آن نوشت سلام، من برگشتم. از فارل و همه کسانی که نگران ما بودند سپاسگزارم. صدها نسخه خانگی موزیک ویدیوهای مختلف در 140 کشور در سراسر جهان ساخته شده و در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و اینستاگرام منتشر شده است. ویدیوی هپی ایرانیان بیش از 1 ماه است که در شبکه یوتیوب در دسترس است. فارل ویلیامز خواننده ترانه هپی یا شاد در توییتی در حساب رسمی خود مقاله نیویورک تایمز را ذکر کرد و نوشت خیلی ناراحت کننده است که این بچه‌ها برای تلاش برای گسترش شادی دستگیر شدند. چند ساعت بعد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز با بازنشر سخنان سال پیش خود درباره شادی میان مردم ایران نوشت شادی حق مردم ماست و نباید به این رفتارهایی که از روی شادی است سخت بگیریم. روحانی در اولین ماه ریاست جمهوری خود در همایش افق رسانه در روز 8 تیر 1392 در محل همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما گفته بود شادی حق مردم است و نباید بر مردم و خصوصاً جوانان سخت گرفت. مردم ما خودشان اخلاق مدارند و نیروی انتظامی باید جوانان را دختر و پسر خود بداند. تذکر مردم قابل قبول است اما تحقیر مردم قابل قبول نیست. موزیک و ویدیو کلیپ هپی پس از انتشار در آمریکا به سرعت محبوب شد و بسیاری در اقصی نقاط جهان از جمله ارمنستان، لبنان، تونس، ایتالیا، ماداگاسکار و آفریقای جنوبی ویدیوی آن را بازسازی کردند. بازسازی این ویدیو که از موفق‌ترین و پرفروش‌ترین ترانه‌های ماه‌های اخیر بوده است، در سراسر جهان رایج شده است و صدها نمونه از بازسازی این ویدیو و رقصیدن جوانان با این آهنگ در فضای مجازی دیده می‌شود. چندی پیش ویدیوی مشابهی با حضور و رقص شماری از مسلمان‌های بریتانیایی با این آهنگ در سایت یوتیوب با استقبال زیادی روبرو شد. 4 بازرس ویژه سازمان ملل در بیانیه‌ای با اشاره به نقایص بنیادی در محاکمه 2 عرب خوزستانی
از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که حکم اعدام آنها را لغو کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گزارشگران ویژه که احمد شهید بازرس ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نیز در میان آنهاست، خواستار محاکمه تازه و عادلانه برای این دو شهروند عرب ایران شدند. علی چبیشات، سید خالد موسوی و سلمان چایانی روز 20 آبان ماه سال 1391 همراه با چند تن دیگر در روستایشان در نزدیکی شوش در خوزستان دستگیر شدند. اتهام این افراد دست داشتن در انفجار خط لوله گاز طبیعی در نزدیکی روستای محل زندگیشان اعلام شده است. جمهوری اسلامی فرستادن اتباع افغانستان به سوریه برای جنگ با مخالفان بشار اسد را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ادعای روزنامه آمریکایی کاملا بی‌اساس بوده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز 25 اردیبهشت ماه گزارش داد که آیت الله محقق کابلی از رهبران مذهبی افغانستان در قم به همراه یکی از اعضای سپاه پاسداران تاکید کردند که ایران در ازای پرداخت ماهانه $500 و اعطای اقامت ایران هزاران مهاجر افغان را برای جنگ با مخالفان سنی بشار اسد راهی سوریه می‌کند. جمهوری اسلامی از متحدان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و به این کشورها کمک‌های مالی و نظامی می‌کند. تکذیب سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در حالی است که در هفته گذشته چند افغان که در دمشق کشته شده بودند به ایران آورده شدند و رسانه‌ها تصاویر آن را منتشر کردند. جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از 2 روز مذاکره با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند درباره 5 اقدام عملی دیگر که تا 25 اوت یعنی 3 شهریور ماه اجرا خواهد شد به توافق دست یافتند. توافق ایران و آژانس که گام 3 توافقات میان طرفین است در حالی اعلام شد که برخی رسانه‌ها از جمله رویترز روز گذشته خبر دادند که مذاکرات ایران و آژانس پیشرفت نکرده و متوقف شده است. رویترز نوشته بود 2 در حال مدیریت برای اعلام این شکست هستند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه این مشترک پیشرفت مذاکرات فنی فیما بین خود را خوب ارزیابی کرده و گفتند که طرفین بر سر 5 اقدام عملی دیگر به توافق رسیدند. رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با این توافق اعلام کرده از این 5 گام 3 اقدام مربوط به موضوعات جاری و 2 اقدام عملی در خصوص مسائل گذشته است. در بیانیه مشترک ایران و آژانس آمده است که نمایندگان آژانس و مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران با یکدیگر دیدار کرده و در این دیدار بر پیشرفت خوب 7 اقدام عملی که 3 پیش بر سر آن توافق شده بود تاکید شده است. ایران پیشتر متعهد شده بود که تا 25 اردیبهشت ماه 7 اقدام عملی برای شفاف سازی برنامه هسته‌ای خود را اجرایی کند. همچنین ایران و آژانس در چارچوب توافق همکاری 2 بر سر 5 اقدام عملی دیگر نیز به توافق رسیدند که قرار است این اقدامات از 3 شهریور ماه سال جاری از سوی ایران اجرایی شود. به موجب این توافق ایران متعهد می شود تا اطلاعاتی را در خصوص ادعای آزمایش چاشنی های انفجاری قوی از سوی جمهوری اسلامی در اختیار آژانس قرار دهد. پیشتر خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود چاشنی‌های انفجاری موسوم به بریج وایر حساس‌ترین موضوعی است که قرار است در مذاکرات 1 30 اردیبهشت ماه مورد بررسی قرار گیرد. این چاشنی‌ها مصارف 2 نظامی و اتمی دارد. طبق توافق 30 اردیبهشت ماه ایران همچنین متعهد شده تا در مورد هر گونه تحقیقات درباره انتقال نوترونی در ایران به آژانس اطلاعات و توضیح دهد. طرفین در این حال بر سر فراهم آوردن امکان دیدار فنی بازرسان آژانس از مرکز تحقیقات و توسعه سانتریفیوژ در ایران به توافق رسیدند. در این حال ایران متعهد شده تا تدابیر حفاظتی مرتبط با راکتور IR-40 را به سرانجام برساند. گفتنی است ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تفاهم کردند 3 به 3 گام‌هایی را تعریف کنند. همچنین قرار است یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اقدامات عملی 6 در گام 2 منتشر کند. در ردودی دیگر مرتبط با برنامه اتمی ایران، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفته است تا کنون اجازه ورود کشورهای 5 به علاوه 1 را به بحث سیستم دفاعی نداده‌ایم
و تا انتهای مذاکرات هم اجازه ورود به این بحث رو با آنان نخواهیم داد. به گزارش سپاه نیوز، عراقچی در همایش سراسری هادیان سیاسی سپاه به سخنان خود در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و گفته در آنجا گفته شده که ما در همه موضوعات اختلاف داریم که یکی از موارد بحث موشکی است. و در ادامه با بیان اینکه کشورهای 5 به علاوه 1 به دلیل وجود بحث موشکی در قطعنامه اصرار به مذاکره دارند گفته است ما به آنها اعلام کردیم که سیستم‌های دفاعی کشورمان غیر قابل مذاکره است. عراقچی افزوده است این مسئله از طرف ما خیلی روشن و واضح اعلام شده و تا الان اجازه ورود به بحث سیستم دفاعی را با آنها نداده ایم و تا انتها هم اجازه ورود به این بحث را با آنها نخواهیم داد. اظهارات عراقچی در حالی مطرح شده که دور چهارم مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین بدون نتیجه در هفته گذشته پایان یافت. بر مبنای توافق ژنو، جمهوری اسلامی توافق کرده است تا بر سر فعالیت‌های هسته‌ای خود به طور موازی با آژانس و 5 به علاوه 1 گفتگو کند. هدف از این گفتگوها حصول اطمینان از عدم وجود بعد مخفی نظامی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. این در حالی است که روز گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موضوع هسته‌ای را بهانه دشمنان برای فشار به جمهوری اسلامی دانست و گفت تلاش آنها این است که مردم را از ایستادگی منصرف کنند. حسن روحانی هفته گذشته از کسانی سخن گفت که به گفته او به بهانه دور زدن تحریم‌ها جیب ملت را خالی کردند. این سخنان با واکنش حمید رسایی نماینده تندرو و عضو جبهه پایداری روبرو شد. وی بدون آنکه به نام مهدی هاشمی اشاره کند، در اشاراتی مستقیم خطاب به حسن روحانی گفت جیب مردم را آنهایی زدند که سر در پرونده‌های مانند کرسنت و استات اویل داشتند. آنهایی که نه تنها ایستادگی نکردند، بلکه 3 سال به انگلیس پناهنده شدند. در همین راستا غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، هم امروز برای دومین بار طی هفته اخیر در خصوص فساد در جمهوری اسلامی اطلاع رسانی کرد و از نقش داشتن مقام‌هایی در قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه در اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داد. رئیس جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست سران سیکا به چین سفر کرده است میگوید که اگر آمریکا عملاً از مسیر خصومت با ملت ایران بازگردد و گذشته را جبران کند، شرایط جدیدی برای آینده دو ملت قابل پیش بینی است. اظهارات حسن روحانی ساعاتی بعد از حمله رهبر ایران به آمریکا بیان شده است. روز گذشته علی خامنه ای با حمله به آمریکا گفت ایران نیازی به ایالات متحده ندارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران که برای حضور در چهارمین نشست سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا سیکا در شانگهای به سر می‌برد، در گفتگو با شبکه تلویزیونی CCTV چین گفت مردم ایران انتظار دارند سیاستمداران کاخ سفید اعلام کنند که نمی‌خواهند مناسبات و رفتار گذشته خود را در زیر پا گذاشتن منافع آنان تکرار نمایند. به گفته آقای روحانی، ایران به دنبال حقوق مسلم خود در عرصه نظام بین المللی است و نه انتقام گیری از خصومت‌های دولت آمریکا. به در بخش دیگری از این مصاحبه تصریح کرده است آمریکا باید در مسیر احترام به حقوق ملت ایران گام بردارد و در این حال نسبت به جبران خسارت‌هایی که به ایران وارد کرده متعهد باشد، زیرا مردم ما چون گذشته با ملت آمریکا مشکل نداشته و نخواهند داشت. رئیس جمهوری ایران همچنین افسوده در این صورت میتوان امیدوار بود که شرایط جدیدی در آینده برای گفتگوی نمایندگان دو ملت ایجاد شود. اظهارات رئیس جمهوری ایران در حالی بیان شد که تنها ساعتی قبل از آن رهبر جمهوری اسلامی به شدت به ایالات متحده حمله کرد. علی خامنه ای در دانشگاه نظامی امام حسین گفت جمهوری اسلامی بارها توانایی های خود را در میدان های مختلف اثبات کرده و نشان داده که بدون تکیه بر آمریکا هم میتواند به پیشرفت‌های علمی و اجتماعی و نفوذ بین‌المللی و عزت سیاسی دست پیدا کند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ایران در دکترین دفاعی و مبانی اخلاقی و دینی با تسلیحات اتمی مخالف است، افزوده ایران بر این باور است که با رویکرد برد برد و به دور از زیاده خواهی و تهدید میتوان مذاکرات جاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران را به توافق نهایی رساند. و با تاکید بر حفظ حقوق هسته‌ای ایران و رفع نگرانی‌های مشروع طرف‌های مذاکره کننده تصریح کرده است
ما می خواهیم مقررات بین المللی برای همگان رعایت شود و اگر طرفای مذاکره کننده ایران نیز اراده کافی برای حل و فصل مسائل داشته باشند، معتقدیم طی ماه‌های پیش رو قابل حل و فصل خواهد بود. رئیس جمهوری ایران حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکره را به نفع دو طرف دانست. در این دیدار رئیس جمهور ایران روسیه را کشوری با تاریخ عمیق در روابط با ایران خواند و ابراز اطمینان کرد که توسعه همکاری‌ها و مشارکت‌های دو کشور زمینه ساز ایجاد منطقه امن خواهد بود. به گفته آقای روحانی، هم فکری‌ها و همکاری‌های ایران و روسیه در جهت ایجاد صلح در منطقه طی ماه‌های گذشته بسیار مؤثر بوده است. به افسوده، توسعه مناسبات میان ایران و روسیه نه تنها به نفع دو کشور و دو ملت است، بلکه همه ملت‌های منطقه از این رابطه بهره‌مند خواهند شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز با بیان اینکه مواضع دو کشور حتی در شرایط بحران زده بین المللی در یک جهت بوده، تصریح کرده ایران و روسیه پروژه‌های مشترک در حال پیشرفتی با یکدیگر دارند. ایران و روسیه در مورد تحولات سوریه موضع مشابهی دارند. هر دو کشور از دولت بشار اسد حمایت می‌کنند. ایران به این کشور کمک مالی و تسلیحاتی کرده و متهم است که به سوریه نیرو اعزام کرده است. روسیه نیز اجازه نداده است که طرف‌های غربی شورای امنیت سازمان ملل را برای اقدام نظامی علیه بشار اسد متقاعد کنند. سخنگوی نیروهای خلیفه حفتر در بنغازی اعلام کرد که 70% ارتش لیبی به نیروهای طرفدار حفتر، فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش این کشور، پیوستند. سرهنگ محمد حجازی، سخنگوی ارتش ملی لیبی وابسته به ژنرال بازنشسته ارتش خلیفه حفتر، درباره عملیات کرامت در لیبی گفت: این عملیات از روز جمعه آغاز شد و ما تلاش می‌کنیم کشور را از اخوان المسلمین و گروه‌های افراطی پس بگیریم و پیوستن نیروهای ارتش لیبی به عملیات کرامت هیچ عجیب نیست. هیئت مأمور نظارت بر انهدام زرادخانه شیمیایی سوریه اعلام کرد که ذخایر مواد اصلی شیمیایی سوریه مورد استفاده برای تولید گاز مرگبار سارین منهدم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از دمشق، بر اساس بیانیه هیئت مشترک سازمان منع تسلیحات شیمیایی و سازمان ملل متحد، این هیئت نابودی تمامی ذخایر اعلام شده ایزوپروپانول سوریه را تایید کرد. در این بیانیه آمده است: اکنون 7.2% از مواد تسلیحات شیمیایی سوریه در داخل این کشور باقی مانده و در انتظار خروج سریع از این کشور به منظور نابود شدن است. این هیئت مشترک از مقام‌های سوریه خواسته این وظیفه را تکمیل کنند. بر اساس توافقی که سوریه با میانجیگری آمریکا و روسیه در سال گذشته میلادی امضا کرد، دمشق موظف شد تمامی زرادخانه‌های تسلیحات شیمیایی خود را تا روز 30 ژوئن، یعنی 9 تیر سال جاری، از بین ببرد. نارندرا مودی، نخست وزیر جدید هند، از نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، دعوت کرده است تا در مراسم سوگند او شرکت کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت خارجه هند اعلام کرده است که دعوتنامه‌های شرکت در این مراسم در روز دوشنبه آینده برای رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله پاکستان فرستاده شده است. این نخستین بار است که هند از رهبران کشورهای همسایه برای شرکت در چنین مراسمی دعوت می‌کند. اقدام نخست وزیر جدید هند در دعوت از پاکستان به عنوان تلاشی برای بهبود روابط با اسلام آباد تلقی می‌شود. اعضای اتحادیه کارگران معدن ترکیه در اعتراض فاجعه معدن سوما که منجر به کشته شدن 301 معدنچی شد، در مقابل فرمانداری این شهر دست به تظاهرات و تحصن زدند. تجمع کنندگان اعلام کردند در صورت عدم تحقق خواسته هایشان درباره بهبود شرایط کار و افزایش امکانات ایمنی، به سر کار خود باز نخواهند گشت. به گزارش رویترز، 4 حزب عدالت و توسعه، جمهوری خواه خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها در مجلس ملی ترکیه خواستار تشکیل این کمیته شده بودند. این کمیته با شرکت 17 نفر از نمایندگان احزاب مختلف به منظور بررسی فاجعه معدن سوما تشکیل خواهد شد. در پی وقوع فاجعه انفجار در معدن زغال سنگ سوما که منجر به مرگ 301 نفر و مجروح شدن نزدیک به 100 نفر شد، شهرهای مختلف ترکیه شاهد تظاهرات ضد دولتی بود. اعتراض کنندگان دولت آنکارا را به سهل‌انگاری در وقوع این حادثه متهم کردند. این اعتراضات با درگیری معترضان و نیروهای پلیس همراه بوده است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه نوشت: وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که وزیر دفاع جمهوری اسلامی در یک کنفرانس بین المللی امنیت
که با حضور اعضای ناتو برگزار می شود شرکت خواهد کرد. رئیس همکاری های بین المللی وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه گفت وزیران دفاع ایران و پاکستان در کنفرانس بین المللی امنیت که توسط وزارت دفاع روسیه برگزار می شود شرکت خواهند کرد. به گفته وی نمایندگان همه کشورهای عضو ناتو از جمله آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی به این کنفرانس دعوت شدند. اما پس از یک دهه مذاکره در حاشیه نشست سازمان‌های همکاری شانگهای دو کشور روسیه و چین قرارداد جدید گازی خود به ارزش 400 میلیارد دلار را امضا کردند. توافق بر سر این قرارداد در حالی صورت گرفته است که بیشتر رویترز از اختلافات دو کشور بر سر قیمت گاز و عدم توافق آنها خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، در چارچوب این قرارداد 30 ساله شرکت گازپروم قول گازی روسیه قرار است به مدت 30 سال سالانه 38 میلیارد متر مکعب گاز به شرکت ملی نفت چین CNPC تحویل دهد. این گزارش می‌افزاید هنوز قیمت رسمی گاز اعلام نشده، اما چین قیمت 1000 متر مکعب گاز دریافتی از روسیه را 350 تا 360 دلار پیشنهاد داده بود و انتظار می‌رود که روسیه از این معامله 400 میلیارد دلار درآمد کسب کند. قرارداد تازه روسیه و چین از سال 2018 اجرایی خواهد شد. این قرارداد در حضور رؤسای جمهوری چین و روسیه در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای توسط مدیران عامل شرکت گازپروم و CNPC امضا شد و قرار است گاز روسیه توسط خط لوله از شرق سیبری به چین منتقل شود. مذاکرات پیرامون این قرارداد از سال 2009 آغاز شده بود. بر اساس گزارش وبسایت رسمی شرکت دولتی گازپروم، روسیه از سال 2007 شروع به طراحی خط لوله از منطقه سیبری به سمت کشورهای آسیایی شرقی کرده است. تاکنون بیش از 1180 کیلومتر از این پروژه 1800 کیلومتری تکمیل شده و قرار است گاز روسیه از این مسیر به چین، کره جنوبی و کشورهای حوزه اقیانوس آرام منتقل شود. دولت چین پیش بینی می‌کند که تا سال 2020 نیاز به واردات 300 میلیارد متر مکعب گاز داشته باشد. شرکت گازپروم در سایت رسمی خود هنوز درباره جزئیات قرارداد حاضر اطلاعیه‌ای منتشر نکرده است، اما طی گزارشی که روز 28 اردیبهشت درباره مذاکرات پیرامون قرارداد یاد شده منتشر کرد میگوید تفاهم نامه این قرارداد در سال 2010 امضا شده و قرار بر این است که در فاز نهایی صادرات گاز روسیه به چین به 68 میلیارد متر مکعب در سال برسد. خبرگزاری اینترفاکس نیز می‌نویسد صادرات گاز روسیه به چین به 60 میلیارد متر مکعب در سال خواهد رسید. در همین حال امضای این قرارداد ارزش سهام شرکت گازپروم را تا 2% افزایش داد. قرارداد گازی تازه روسیه و چین در حالی امضا شد که حجم تجارت دوجانبه چین و روسیه در سال گذشته به 90 میلیارد دلار رسید. ناظران سیاسی تمایل روسیه برای امضای قرارداد عظیم گازی با چین را به دلیل رویارویی روسیه و اروپا در بحران اوکراین دانسته و گفتند روسیه در پی یافتن گزینه‌ای تازه به جای کشورهای اروپایی در فروش گاز است. روسیه در صدر فهرست بزرگترین صادرکنندگان گاز در جهان قرار دارد و شرکت گازپروم این کشور به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی صنعت نفت روسیه و جهان 40% گاز مصرفی اروپا را تامین می‌کند. ناصر مکارم شیرازی از مراجع حکومتی یکی از نشانه‌های نادانی را خنده بیجا دانسته و گفته دین اسلام برای خنده و تبسم هم حد و مرزی قائل است. مکارم افسوده در روایات آمده که قهقهه و صدای بلند و ناموزون در موقع خنده درست نیست و ابهت انسان کم می شود و کفاره هم ممکن است داشته باشد. وی در پایان اظهاراتش گفت که دین اسلام برای همه چیز برنامه دارد، حتی مسائل معمولی مانند خمیازه و عدسه، و این نشانه جامعیت است. روحانیون حاکم بر ایران بر اساس قوانین اسلامی در خصوصی ترین جنبه های زندگی مردم ایران دخالت می کنند. آنها به ویژه به رفتارهای اجتماعی هنگام بروز شادی عمومی حساسیت خاصی نشان می‌دهند. نزدیک به 2 هفته پس از بازداشت سراج الدین میردامادی از روزنامه‌نگاران و فعالان اصلاح طلب، گیتی پورفاضل وکیل وی گفت هنوز موفق به دیدن پرونده او نشده و ملاقات با قاضی صلواتی از رئیس جمهور سخت‌تر است. گفتنی است سراج الدین میردامادی
که شنبه هفته گذشته بازداشت شده بود، روز گذشته در تماسی با خانواده خود خبر داد که در سلول انفرادی به سر می‌برد و تحت بازجویی قرار دارد. سفارت الجزایر در ایران اعلام کرد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به منظور شرکت در اجلاس وزرای خارجه عدم تعهد عازم الجزیره می شود. بر اساس این گزارش، اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد از تاریخ 5 تا 8 خرداد ماه یعنی 26 تا 30 مه در الجزیره برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به عنوان رئیس این اجلاس به الجزیره سفر می کند. ریاست دوره عدم تعهد از سال 1391 و پس از برگزاری اجلاس سران عدم تعهد در تهران به مدت 3 به ایران واگذار شد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون روحانی گفت با پولهای آزاد شده در جریان توافق ژنو قصد داریم ناوگان هوایی ایران را ترمیم کنیم. به گزارش ایرنا نوبخت که در همایش هادیان سیاسی سپاه سخن می گفت افزود تا کنون 4,200,000,000 دلار از پول بلوکه شده ایران آزاد شده و در اختیار ایران است که با بخشی از این پول قطعات هواپیما خریداری می شود و به زودی وارد ایران خواهد شد. حسن 17 تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت حوادث محیط‌های کار هر ساله بیش از 300,000,000,000 ریال به کشور خسارت وارد می کند. به گزارش ایلنا، آقای 17 تن در گرد همایی مدیران کل اجرایی، معاونان و رؤسای ستادی روابط کار سراسر کشور در اصفهان گفت در سال گذشته 13,000 حادثه ناشی از کار رخ داد که بیش از 1,800 مورد آن منجر به فوت شد. وی گفت به دلیل کاهش امنیت نیروی کار و کاهش امنیت سرمایه گذاری شرایط قراردادهای کار تغییر یافته، به گونه که بیش از 90% قراردادهای کار در سال گذشته موقت بوده است. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در سفر به ترکیه و دیدار با مقامات بازرگانی این کشور گفت با امضای موافقتنامه ترجیحات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه زمینه برای ارتقای سطح مبادلات تجاری دو کشور به 30,000,000,000 دلار فراهم شده است. مایستان بختیاری از ترکیه گزارش می‌دهد. روز سه‌شنبه مقامات بازرگانی شهر ازمیر میزبان یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران بودند که در رأس یک هیئت 30 نفری تجاری به ترکیه آمدند تا مذاکراتی را در جهت یافتن راهکارهایی به منظور افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور بررسی بکنند. اونطور که آقای آل اسحاق گفته در این مذاکرات فهرستی از 120 نوع کالای مشمول ترجیحات تجاری رو بین خودشون رد و بدل کردن و امیدوارن تا پس از تصویب این موضوع در پارلمان‌های دو کشور حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه در آینده رشد چشمگیری رو هم داشته باشه. همینطور آقای آل اسحاق ابراز امیدواری کرده با امضای موافقتنامه‌های ترجیحات تجاری حجم مبادلات تجاری دو کشور از سقف کنونی 15,000,000,000 دلار به رقم 30,000,000,000 دلار در سال هم برسه. البته می‌دونیم پیشتر مقامات ترکیه از جمله آقای داوودوغلو گفته بودند که ترکیه امیدوار حجم مبادلات تجاری خودش با ایران رو تا سال 2020 به بالای 30,000,000,000 دلار برسونه و در یک پروسه زمانی حتی این رقم رو به 100,000,000,000 دلار هم برسونه. حالا جدا از موضوع تحریم‌ها و مسئله نقل و انتقال پول که بر مبادلات تجاری دو کشور در طی مدت تاثیر منفی گذاشته بود، مسائل دیگه هم گاه در زمینه فعالیت‌های تجاری طرفین تاثیرگذار بود. از جمله وضع عوارض 6.5% از سوی دولت ترکیه بر محصولات پتروشیمی ایران که همین موضوع هم در یک سال گذشته باعث کاهش صادرات پتروشیمی ایران به ترکیه شده بود. این موضوع هم البته بگیم محور گفتگوهای سفر اخیر آقای آل اسحاق با مقامات اقتصادی ترکیه بوده و خواستار حل این مشکل هم از سوی دولت ترکیه هم شدن. باید بگیم مقامات اقتصادی دو کشور به ویژه پس از رفع نسبی برخی از تحریم‌ها در مورد ایران و آغاز مذاکرات هسته‌ای به شدت علاقمند هستند حجم مبادلات تجاری خودشون رو افزایش بدن. در همین رابطه هم باید اشاره بکنیم به گفته آقای علی احسان مدیر کل امور بین‌الملل صادرکنندگان ترکیه که در دیدار هفته گذشته خودش با مقامات اتاق بازرگانی ایران گفته که با اجرای شدن طرح تعرفه‌های ترجیحی میان دو کشور علاوه بر افزایش مبادلات تجاری طرفین، فعالین اقتصادی ترکیه در قبال صادرات به ایران میتونن به جای دریافت نقدی کالا از ایران وارد کنن. همینطور
در این رابطه هم آقای همت گریش رایزن تجاری ترکیه در ایران گفته که طرحی تحت عنوان کوئشن مارک در دست بررسی هستش که بر اساس این طرح دو کشور میتونن تعرفه‌های تجاری رو در مورد برخی کالاهای مورد توافق کاهش بدن که این هم خودش موجب افزایش مبادلات تجاری طرفین هم خواهد شد. آقای گریش همینطور گفته که با توجه به جمعیت 150 میلیونی دو کشور حجم مبادلات تجاری 15 میلیاردی فعلی مناسب دو کشور نیست. بر روی سفر اخیر رئیس اتاق بازرگانی تهران به ترکیه در پاسخ به سفر هیئت 60 نفره اتاق بازرگانی شهر ازمیر هست که اوایل همین ماه به تهران سفر کرده بودند. رئیس قوه قضاییه درباره ضرورت آزادی استفاده از اینترنت گفت سیم خاردار کشیدن اطراف یک باتلاق معنایش بی‌اعتمادی به مردم و جوانان نیست. وی از مسئولانی که به گفته او فضای مجازی را نمی‌شناسند خواست اظهار نظر نکنند. اظهارات آقای لاریجانی واکنشی است به سخنان چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهور ایران در چهارمین جشنواره فناوری که با انتقاد از درس نگرفتن از ممنوعیت ویدئو و ماهواره در ایران گفته بود چرا ما در برابر فضای مجازی این همه دچار تنزل هستیم؟ چرا به جوانان اعتماد نمی کنیم؟ به گزارش خبرگزاری فارس، صادق عمودی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عادی قضایی گفته است تدوین راهکارهای مناسب برای مقابله با تهدیدهای فناوری نوین به معنی بی‌اعتمادی به مردم و به ویژه جوانان نیست. و افزوده اعتماد به جوانان با هوشیار بودن و بستن راه‌های خطر و نفوذ دشمنان به فضاهای امن خانه‌ها منافاتی ندارد. رئیس قوه قضاییه بدون اشاره به نام حسن روحانی گفته است کسانی که مسموم بودن فضاهای مجازی را قبول ندارند معلوم است که این فضاها را نمی‌شناسند. لاریجانی ادامه داده دولتی‌ها در مواجهه با امور ارتباطی و سایبری و امور فرهنگی سخنانی موجه و منطقی بر زبان بیاورند. وی همچنین افزوده در چگونگی مقابله با سوء استفاده دشمن همه باید تابع قانون باشیم و اینطور نباشد که یکی بگوید خوشم می‌آید و یکی بگوید بدم می‌آید. اظهارات صادق لاریجانی در واکنش به سخنان هفته گذشته روحانی است. آقای روحانی هفته گذشته در جشنواره فناوری اطلاعات از حضور مردم در شبکه‌های اجتماعی استقبال کرد و از وزارت ارتباطات خواسته بود پهنای باند و سرعت اینترنت را افزایش دهد. روحانی افزوده بود دوران استبداد و رساندن پیام از طریق بلندگو، منبر و تریبون‌های یک طرفه و سنتی به سر آمده. در همین رابطه کشمکش میان دولت و قوه قضاییه بر سر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در هفته اخیر شدت گرفته. در تازه‌ترین مورد شبکه پیام‌رسان واتساپ به عامل اختلاف شدید تبدیل شده است. فیلترینگ اپلیکیشن واتساپ دهم اردیبهشت در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور تصویب شد، اما محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران در روز 16 اردیبهشت از صدور دستور توقف فیلترینگ واتساپ از سوی روحانی خبر داد. در همین راستا غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز 29 اردیبهشت به اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خودداری از فیلتر کردن اپلیکیشن واتساپ واکنش نشان داد و آن را خلاف قانون خواند. با این حال وزیر ارتباطات میگوید موضوع فیلترینگ واتساپ در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا دستور داده که این موضوع متوقف شود و این کار انجام نشود. شورای عالی فضای مجازی یک نهاد قانونگذاری است که به دستور علی خامنه ای در اسفند 90 برای ساماندهی اینترنت تشکیل شد. رؤسای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه به همراه وزرای ارتباطات، فرهنگ، علوم و اطلاعات از اعضای حقوقی این شورا هستند. همچنین رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده کل سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و رئیس مرکز ملی فضای مجازی دیگر اعضای حقوقی این شورا هستند. این شورای عالی هم‌اکنون 8 عضو حقیقی نیز دارد که توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب شدند. ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است. این شورا تاکنون اقدام خاصی آنطور که رهبر جمهوری اسلامی به آنها دستور داده بود انجام نداده است. سپاسگزارم که با ما همراه بودین. از شما دعوت می‌کنم تا دقایق دیگر بیننده برنامه صفحه 1 ما باشین. شب و روز خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.